بینندگان عزیز، سلام بر شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. همین جوری که میبینید ما خیلی کژوال خودمونی آمدیم. معمولا جمعه ها در آمریکا کژوال دی هست، ولی ما چون جمعه ها فکل کراوات میزنیم، شنبه یه شنبه هم کار میکنیم، دوشنبه ها واقعا دیگه هم خسته و هم میخوایم یک کمی راحت باشیم. امروز خندیدم وقتی اینو پوشیدم. من معمولا دکمه اینجامو میبندم. بعضی از دوستانم هم میگن آقا چرا این دکمه رو تا آخر میبندی؟ میگم بابا برای این دکمه هم پول دادم، بذار ازش استفاده کنم. ولی امروز دیدم این دکمه افتاده. دیدید دکمه ها رو چجوری میدوزن؟ همون روز اول شما اگه یکم بگیری نقش رو بکشی تا آخرش میاد بیرون. نمیدونم اینا رو اینجوری اینجوری میزنن، چه کار میکنن. در صورت اینم از ماجرای ما و این لباس امروز دیگه الان ببخشید، اگه قراره ببخشید، اگرم قرار نیست ببخشید، خب نبخشید، چه کار کنیم. امروز اولین روز از ماه فوریه سال 2016 میلادی است و برابر است با اولین روز از دهه فجر. بعضیا میگیم دهه زجر. هر چی دلت میخواد بگو، هر چی دلت میخواد بگو، هر جا دلت میخواد برو، دنیا آزاده. و اما این ماجرای شماره ها چیه پشت سر من؟ میدونید که کامپیوتر دو تا شماره بیشتر نمیفهمه، یکی صفر، یکی یک. حالا من و شما باید از خودمون سوال کنیم، ما که این همه شماره بلدیم چرا نمیتونیم به اندازه کامپیوتری که فقط دو تا شماره بلده کار کنیم و مشکلات رو حل کنیم؟ بماند که خود این کامپیوتر خیلی هم مشکلات رو زیاد کرده. و اما خودمون رو گذاشتیم در این، داشتم یه مقداری روی مالیات بر درآمد سال 2015 کار میکردم و دیدم که همه زندگیمون شده اعداد و ارقام و آخرش روزی این اعداد رقم ها ما رو مثل یک تونل یا مثل یک چی میگفتن گرداب که دور میزنه اینجوری میکشه داخل خودش. و اگه میبینید اون ته با وجودی که روشن هست ولی چیزی پیدا نیست. این هم از این ماجرا. خب ممنونم از خانم ماندانای عزیز. ماندانا خانم، یا من درست نتونستم توضیح بدم یا شما درست متوجه توضیح من نشدید. در رابطه با مالیات بر درآمد و اون ماجرای اون معلم عزیز خوب، اون پسری که توی یزد شما و دوستان براش وسیله‌ای درست کردید که بتونه بهتر زندگی کنه، گفتم وقتی که داشتم کار میکردم روی کاغذهای مالیاتیم یه دفعه دیدم که ما خب این پول از شما گرفتیم، به اونا دادیم، اینو میتونیم نشونه، یعنی میتونیم چیه؟ باید نشونه IRS بدیم، ولی اون قسمت شما کاغذی نداریم که نشونه IRS بدیم. شما هرچی صحبت کردید و چرا گفتید من این پیام رو پخش نکنم؟ البته یه مقداری تکراری بود، صدای تلفنتونم خراب بود، ولی چرا میگید پخش نکنیم؟ بذارید پخش کنیم، شاید دیگران هم مشکلی داشته باشن مثل مشکل من و شما و این حلش کنه. در هر صورت در این مورد به خصوص که شما صحبت کردید، دوست عزیز، خواهر گرامی، این موضوع من نبود. موضوع من اینه که من یه پولی از شما گرفتم، از اون دوستمون گرفتم، از اون دوستمون در کانادا گرفتم، این رو دادم به یه کسی بدون اینکه ازش رسید داشته باشم. میتونم بنویسم، خداییش قانونش آمریکا به شما اجازه میده که بنویسی من نقد دادم به این، ولی حالا دیگه دنبال دردسر برای خودمون نمیگردیم. اینم از این. و امیدواریم حالا که شرایط ایران و آمریکا و اروپا درست شده وضع ما هم بهتر بشه. راستی کسی خبر داره اینایی که هی میگن بانک سپه شروع به کار کرد با کشورهای خارجی؟ یعنی من یادم موقعی که داداش من قبل از انقلاب اینجا بود، اون سهمیه‌ای که حقوقی که کسی پول نمیداد، پولی که خودمون خانواده میتونستیم براش بفرستیم، میتونستیم با بانک ملی یا بانک سپه بفرستیم و در نیویورک شعبه داشت، اونا هم میتونستن بگیرن. بعد دیگه اصلا همه این چیزا به هم خورد،
حالا که اینا میگن دوباره بانک سپه شروع به کار کرد، کسی اگه میتونه در این مورد توضیح به ما بده توضیح بده. دوستان شما هم این حالت براتون پیش اومده که بعضی وقتا واقعا زبونتون بند میاد، یعنی اصلا نمیتونید تصور کنید که دوست شما یه همچین تصوری رو کرده درباره شما، و اون موقع است که عصبانی هستید، میخواین داد بزنید، میخواین فریاد بزنید، میخواین گوشی رو بردارید به این آقای خسرو بهرامی بگی آخه عزیز من، دوست گرامی، شما اینجوری منو میشناسی؟ ولی زبونت بند میاد، مغزت نمیذاره این دست تلفن رو برداری و زنگ بزنی. من امروز خیلی گفتنی ها با شما دارم. اول از هر چیز ممنونم از آقای منصور عزیز که نوشته بود نه آقا من قهر نکردم، ایمیل ایشون رو میخونم و فکر میکنم ایشون درست میگیه مقداری درباره ماها که جلوی دوربین میشینیم و میکروفون دستمونه، واقعا مثل این افرادی هستیم که سوار اسب هستیم یا سوار یه ماشینی هستیم، با سرعت میریم، خاک دولاب دولاب میگفتن چی میگفتن برپا میکنیم و فکر مردم نیستیم، مواظب مردم نیستیم که اونها ممکنه با پای پیاده بچهش داشته باشه بازی کنه و اینها. و چشم منصور جان، سعی میکنم که بیشتر رعایت کنم و ممنونم. خیلی خوشحال شدم دیروز وقتی که ایمیل شما رو دیدم، خوشحالم که مثل بعضیا قهر نکردی و نشون دادی که نمیخوام بگیم مرد میدون، البته این مرد میدون برای که اون وقتا مردها میرفتن میدان جنگ، حالا دیگه زنها ماشاءالله از لاس وگاس میشین بوم 100 تا افغانی رو میکشه. خب بذارید من، چون آقای خسرو بهرامی دیروز دوبار ایشون زنگ زده، خودش هم گفته من میدونم یه شنبه است، شما یه شنبه ها کار ویدیویی انجام میدید، ولی با این همه فکر کردم شاید باشید با هم صحبت کن. وقتی من آمدم پیغامو گرفتم، گفتم فردا ساعت 11-12 به ایشون زنگ میزنم. من صبح زود به کسی زنگ نمیزنم، چون شاید طرف خوابش نبرده باشه دیشب، حالا خوابیده باشه، شاید یه جایی بوده، مسافرتی بوده. سعی میکنم اون وسطای روز، یعنی یه ویندو 4-5 ساعتی رو به مردم زنگ میزنم، مثلا از 10 صبح 11 صبح تا 2-3-4 بعد از اون. قبل از اینکه ما زنگ بزنیم، آقای خسرو بهرامی لطف کردن زنگ زدن و این تلفنی بود که زبان من رو بند آورد. بشنویم با هم. سلام آقای صاحبی، بهرامی هستم از نیویورک زنگ میزنم. تشریف ندارین، دو بار زنگ زدم ولی نمیخواستم. آقای بهرامی لازم نیست شما به من بگی تشریف نداری. خب تشریف نداشتم به قول شما که رفت رو پیام دی. زنگ که میزنی سلام آقای سوربی، من خسرو بهرامی هستم و امروز زنگ زدم که بگم مثلا این چیزه رو اینجوری کنید، این دستتون رو اینجوری بزنید تو سر خودتون. بفرمایید. مسیج بذارم ولی الان بگم آچارم مسیج رو میذارم و عرض مزاحمت. ببینید ما ایرانی ها باید ناچار بشیم تا مسیج بذاریم، در صورتی که این دستگاه مسیج انسرین ماشین پیامگیر سالها ساخته شده که ما پیام بذاریم برای راحتی زندگیمون. 3-4 بار زنگ میزنیم، مسیج های کوتاه کوتاه میزنیم، آخر کار اگر ناچار بشیم، اگر مجبور بشیم پیام میزنیم. بفرمایید. نمیدونم حالا واقعیت داره یا نه، نمیدونم، اگه شما ایمیل منو فروختین به آقای سازگارا و این گنجی، اگه پول گرفتین که نشید. اول سوال نمیکنه آقا شما ایمیل منو دادی به آقای گنجی، شما ایمیل منو دادی به آقای سازگارا، اول میاد شما رو متهم میکنه که شما ایمیل منو فروختی. حالا اگر فروختی، ای داد بیداد آقای خسرو بهرامی، یعنی شما تو کار سیاست این دوتا مادر به خطا، محسن سازگارا و اکبر گنجی رو اینجوری شناختی که اینا از جیبشون پول بدن به کسی
ایمیل بخرن، اینا مرده رو تو خیابون ببینن انبرده است میارن دندون تلاش رو میکشن. آخه شما چرا؟ بعد گور پدر این اکبر گنجی، گور پدر این محسن سازگارا. دوست عزیز، من با شما دوستم، شما وقتی به من میگی ایمیل منو فروختی، داری به من توهین میکنی، داری به من تهمت میزنی. آخه این کجای دنیا رسمه؟ حالا ملت میگن آقا اول سوربی اومد مثل آدم حرف زد. خب معلومه منصور مثل آدم با من رفتار کرد، منم مثل آدم حرف زدم. دوستمون آمده تهمت میزنه، توهین میکنه. خب ببینیم چی میگه. جانتون حقتونه، ولی ایمیل مدتی این که اگه پول گرفتی این که نشی جانتون حقتونه. کجا حق منه؟ کجا حق منه که پول بگیرم ایمیل های شما رو بفروشم؟ چرا الکی حرف میزنی؟ چرا مزخرف میگی آقای بهرامی؟ شما میتونی 3000 خورده من ایمیل دارم، میتونی دونه 1 سنت برای من بفروشیش؟ میشه چقدر؟ میشه 30 دلار؟ 3 دلار چه میدونم؟ 3 دلار میشه 300 سنت. این چه حرفیه که میزنی؟ اگه شما فروختی و پول خوبی گرفتی که حقته. آقا شما حالا بعد بدترش میکنه، بفرمایی. ولی ایمیل من همچین شخصایی ندارن و نخواهن هم داشت. به این دلیل میگم اگه شما آقای گنجی رو کاملا نمیشناسین، ایشون یکی از فرمانده های سپاه. نه آقا، شما کاری به گنجی و معرفیش به من نداشته باش. شما مشکل خود تو حل کن. ایمیل شما رو بنده نه با آقای گنجی، به هیچ کس دیگه ای ندادم. من بارها گفتم وقتی یه نفر برنامه داشته تو تلویزیون یا آمده اینجا، اگه یکی میگه من تا امروز ایمیل آقای افشارها رو به کسی ندادم، که امروز صبح خود این آقای افشارها دیگه زنگ زد گفت آقای سلمی من نمیدونم شما چقدر وقت میذاری که آقای شهافر اینو گفت، آقای نمیدونم فلانی اونو گفت، آقای فلانی اینو نوشت، اینو برای من میفرستی که این کارا همه ردیف باشه. من آقا کجا ایمیل شما رو به اون بدم؟ برای چی بدم؟ اصلا من الان چه مدت ها هست با شما هیچ تماسی، هیچ. بعد شما فکر میکنی ایمیل چیه؟ آقا 10 تا نامه برای من میاد از نمیدونم مسجد پاکستانیا رو اسممون، رو ایمیلمون. دیگه هیچ چیزی خصوصی نیست عزیز من. آقای خسرو بهرامی، شما اگر رفتی مثلا توی هوم دیپو آدرست دادی، ایمیلت دادی، همین که بفهمن بهرامی خسرو، یه پدر سوخته اگه بخواد بخره، اگه لیستی باشه خریدنی باشه، اون از اونجا میخره، نه از من. شما فکر میکنی من زنگ بزنم به این محسن سازگارا؟ این حرومزاده از من مثل چی میترسه؟ بهش میگم آقا من 3000 تا ایمیل دارم، بیا از من بخر، یکشم خسرو بهرامیه. آقا یه چیزی یاد بگیر. گیرم که من فروختم 2.5 میلیون بابت ایمیل شما از آقای سازگارا گرفتم، 2.5 میلیون هم بابت ایمیل شما از آقای گنجی گرفتم، شد 5 میلیون. اینا برای شما ایمیل فرستید. شما اصلا لازم نیست از من سوال کنید. شما مطمئنی 100% این سوربی ایمیل شما رو فروخته، چون ایمیل شما دست کسای دیگه نیست. یه ایمیل درست کردید فقط برای من و خودتون، و تنها جایی که فکر میکنید ایمیلتون رفته از طریق سوربی رفته. آقا بلاکش کن، پاکش کن، بنویس سپم. شما آلمان درس خوندی، شما آمریکا داری زندگی میکنی، این حرفای مزخرف چیه آقای بهرامی؟ 3 بار تلفن زدی، نبودی خواستم با خودت حرف بزنم، حالا بودی پیامگیرت بود شاید خودت باشی. آقا اینجا هیچ کس به غیر از من نیست. من دکترم که میرم شماره تلفن که میذارم میگم اگر تو استودیو هستم شما پیام بذارید، این پیام ها رو من فقط میگیرم، چون قانونا اونا رو پیامگیر نمیذارن که وقتی اگه مثلا فلانی مرض داره، سرطان داره، یه دفعه سکرتارش نفهمه یا نمیدونم منشی میگن شریکش نفهمه. بفرمایید دوستان، نگاه کنید زندگی من اینجوری میگذره. این دوست منه آقای خسرو بهرامی. منو دعوت میکنه آقا اگه اومدی نیویورک بیا خونه من. اتفاقا من قرار بود شنبه بیام نیویورک. جالبه
این شنبه قرار بود من برم مردو بیچ یه استودیو ستاپ کنم، بعد یه آقای هنرمندی از کانادا از نیویورک تماس گرفت و گفت که میخواستم چیز کنم و چون من فقط این شنبه هستم، گفتم اوکی. اون یکی رو کنسل کردیم، $60 اونجا ضرر دادیم، کنسلیشن فی ست کردیم برای اینجا. وقتی خواستیم بریم نیویورک پریروز صبح شنبه، یکی از اونایی که قرار برای ما یه کار ویدیویی انجام بده تماس گرفت، گفت من نمیتونم بیام. خودمون مجبور شدیم بریم اون ویدیو، مجبور شدیم به این آقا هنرمند زنگ بزنیم بگیم که ما نمیتونیم بیایم، یعنی این از این. در اصل برگردیم دوباره به نیویورک و به سخنان گوهربار آقای خسرو بهرامی توجه کنید. بفرمایید. مراقب کردستان یکی از کسایی که جوقه اعدام میکردم، این آقای سازگار هم که قانون اساسی فرانسه رو آورده بود و بعد قانون سپاهیان از اون جانماز آب کشه هستن. قانون اساسی فرانسه توش سپاه پاسداران بوده؟ ما شنیده بودیم که اینا که فرانسه جمع شدن و صحبت کردن و بازرگان و بنی صدر و اینا، قانون اساسی ایران و جمهوری اسلامی رو از چند تا کشور اروپایی و اینها آوردن، ولی قانون اساسی فرانسه رو این سازگارا آورده توش سپاه پاسداران بوده؟ بعد شما حالا داری راجع به ایمیل خودت صحبت میکنی یا راجع به این دوتا مادر به خطا؟ بفرما. اینم دوشنبه ما دوستان، اگه میخوایی این مسیج هم پخش کنیم پخش کنیم، مردم بیشتر این شخص رو بشنسن. اون موقع این آقای گنجی اومده بود جلوی سازه اومده با خانم گوش، من همون موقع که اومده بودم سازه اومده اومدم بیرون، دوتا توفم تو صورتش کرده بودم. ایمیل من همچه شخصایی ندارم، ایمیل بیزینس من رو فقط شما دارین. اگر کردین هم که کردین، اگه پول گرفتین نیشه جانتون، چون حقتون رو زحمت میکشین، ولی ایمیل من همچه شخصایی. حالا ببینید چند بار ایشون هم بگه ایمیل من رو فقط شما دارید. آقا اگه ایمیل درست کردی فقط من دارم، این ایمیل رو پاک کن بنداز تو سطل آشغال. من و شما که با هم ایمیل رد و بدل نمیکنیم، پس این ایمیل برای چی نگه داشتی؟ پس نگو فقط شما داری، اشتباه میکنی. فقط من این ایمیل رو دارم، پسرعموی شما نداره؟ پسرعموی شما ممکن نیست یه ایمیلی فرستاده باشه اسم شما رو به جای بی سی سی گذاشته باشه توی سی سی اکبر گنجی مادر قهبه هم ورداشته باشه برای که لیستش زیاد بشه، برای که بره پول بگیره. اونا بلدن پول بگیرن $500,000. ولی من یه چیزی به شما میگم، شما که تو نیویورک بودی و تو سازمان ملل، حق نداری به کسی توف کنی، حتی اکبر گنجی مادر به فلان. چرا اینقدر فوش مادرش میدی؟ حتی اکبر گنجی فلان فلان شده، یعنی چی؟ به من چی که شما توف کردی به اون؟ من الان میدونم چی بوده. شما بعد یه مدتی برنامه ما رو دیدی، دوباره حوس کردی صحبت کنی، حالا اینجوری آمدی صحبت کنی. آقا این چه کاری آقای بهرامی نازنین؟ آقای افشارها بهش گفتن اگر من یه روز پیام‌هایی که میگیرم، چیزایی که رو فیسبوک می‌نویسم، چیزایی که با ایمیل میگیرم برای شما بفرستم، شما واقعا زنگ میزنی به یه دیوان خانه میگی آقا بیاین اینو بگیرید، این مرد ناحسابی نشسته اینجا عمرش و زندگیش ریخته پای مردم، اونم مردمی برای هیچ. هیچ. بفرمایید. تا به حال تو این مدت 37 سال کسی به همچین شخصایی ندارن و نه. آقا شما 37 سال ایمیل دارید؟ ایمیل من و شمایی که سنمون بالاست 10-15 سال یاد گرفتیم. 37 سال شما ایمیل داشتید، این ایمیل هم فقط برای من بوده، من شما رو چند سال اصلا میشناسم. آقای بهرامی این چه حرفی میزنی عزیز من؟ حالا شما اگر قشنگ سوال کرده بودید اینجوری بود: سورو جان سلام، شما که بیشتر واردی تو ایمیل، من میخواستم ببینم میشه به من بگی چجوری ممکنه گنجی و سازگارا ایمیل منو به دست آورده باشن؟ تا منم بهت بگم که بابا این دوتا مادر قهوه اسمای عمه منم دارن، عمه شما رو هم دارن. اگه شما مثلا فکر کنی من چند فروختم ایمیل شما رو با آقای گنجی؟ $1؟ $100؟ $1,000؟ شما فکر میکنی آقای گنجی برای هر ایمیلی میاد $1,000 پرداخت میکنه؟ آخه شما بیزنسمن نیویورک هستی، با این دوستان کلیمی زندگی میکنید، این چه حرفی بود زدی؟ ببخشید اینجوری میگم، اون شعره بود گفت کانالش من هیچ رابطه
رابطه با اینجور شخصا و به من چه آقا ندارم فقط غیر از شما، چون با سپاس و احترام به شما. آقا رابطه با من شما آخرین باری که ما با هم صحبت کردیم چند هزار سال پیش بوده، بدمون کنید تو رو خدا. بله این پیام ماندانا خانم هم گرفتم. ماندانا خانم تلفنتون قطع وصل میشد، اگه سلفون بوده ممکنه داشتید رانندگی میکردید اینها، ولی همون جوری که گفتم معضل و مشکل من اینه که وقتی یه درآمدی میاد ما باید ریپورت کنیم، گزارش کنیم، ولی اگه یه خرجی رو که انجام میدیم اونو ننویسیم یادمون بره و اینا، این از کفمون رفته. خیلی ساده براتون بگم، اگه یه نفر مثل این دوستمون که امروز 100 دلار فرستاده و من ممنونم ازش، 100 دلار بفرسه، من فوری این دفتر رو باز میکنم مینویسم که 100 دلار فلان تاریخ گرفتیم. اگر برم 150 دلار لامپ بخرم، چراغ بخرم، ننویسم، از کف من رفته اون 150 دلار. روی این 100 دلارم با 30 دلار مالیات بدم، یعنی 70 دلار گرفتم، 150 دلار از دست دادم، 80 دلارم به ضررم شده. این ماجرا بوده، ولی اون قسمتایی که شما گفتید اون بحثی جداست که امیدوارم به زودی اونم درست بشه. ولی ممنونم از شما که پیگیر بودید و براتون مهم بوده وقت گذاشتید، 6 دقیقه و 32 ثانیه صحبت کردید. و اما اون پیام آقای چیز رو هم خوندیم و بله یکی دیگه‌اش آقای شاهپور شاهرخی صدر که برای آقای افشارها نوشته بود، آقای افشارها برای ایشون نوشته بود. آقای افشارها روی فیسبوک ندیدم ایشون رو و نیستن، برایشون من نوشتم آقا به نظر میرسه که شما باید فیسبوک داشته باشید، چون از این ور برای من ایمیل میزنن، ایمیل رو برای شما میفرستم جواب میدم، از اون ور فیسبوک میزنن، از اون ور فیسبوک میزنم، از اون ور. ولی در رابطه با آقای افشارها من، چون آقای شهافر خواسته بود، نه این آقای شاهپور شاهرخی صدر، آقای شهافر خواسته بود که مناظره کنه با آقای افشارها و آقای افشارها گفته بود که من شرایطم اینه. آقای شهافر ببینید، شما قاضی هستید، شما قاضی بودید تو ایران، الان هم توی استرالیا کارای دادگاه و نمیدونم عقد و ازدواج و اینها رو انجام میدید، یعنی شما قانون رو میدونید. اگر یک کسی قانونن وکیلی قاضی میگه که من ساعتی 600 دلار میگیرم تا با شما حرف بزنم، مگه شما میتونی بری شکایت بکنی بگی این گرون میفروشه؟ میخوای اتاق اصناف ایران رو باز کنی یا میخوای این احمقای آخوندها که شلاق میزنن باز کنی؟ آقا این نرخش اینه، شما برو شاپرانت کن، برو با اونی که 10 دلار میگیره مناظره کن. این میگه من اینم، از این بهتر ایشون میاد حرفشو میزنه میره، اینقدر اثر گذاشته که ما از پس ایمیل و از پس نوشته ها بر نیومدیم، شما بیا حرفتو بزن. ما این زبونمون مو در آورد، میگیم بابا جون یا این مردم تیوی بیننده نداره و تأثیر گذار نیست، که اگه نیست چرا ناراحتید، یا هست، اگه هست چرا نمیاین ازش استفاده کنید؟ ما اینو به چه زبونی بگیم؟ آقا بذار آقای افشارها حرفشو بزنه، شما بیا برنامه بگی، بگو من میخوام بلا فاصله بعد از افشارها باشه، یا بگو من میخوام قبل از افشارها باشه، برنامه شما بیا حرفتو بزن، اون حرفتو بزن. این تو پارک انگلستان ما رفتیم، البته این دو سه روز که ما رفتیم بارونی بود ندیدیم کسی بیاد، میگه آقا طرف میاد یه صندلی میذاره زیر پاش وای میسه، میگه که مثلا مردم نفت باید مجانی باشه، حالا انگلستان کاری به نفت نداره، مردم مثلا الکتریسیتی باید مجانی باشه، برق باید مجانی باشه. یکی دیگه میاد اون بر میگه مردم باید پول برق رو زیاد بدیم که تحصیلات و آموزش پرورش مجانی باشه. شما چرا میخوای اینو بندازیش پایین؟ بعد آقای افشارها به شما گفته آقا فوش بده به خدا، فوش بده به حضرت محمد، فوش بده به هر دینی که دلت میخواد، ولی به این آقایی که داره دلا راست میشه فوش نده. قانونن، مخصوصا چون شما قاضی هستی، میگه قانونن پیگیری داره. اینی هم که کسی دنبالش نمیره، برای اینایی که بیان فوش میدن، یه مش آدم جلنبر بیخونمون چی میگن چیزی هستن، خیر ندارن که کسی بیاد دنبال پالونش.
و الا اگه یه آدمی بیاد مثل شما که قاضی هستید و از احتمالاً پولیتون بد نیست، بیاد یک توهینی کنه، این جرم و پیگیری داره. شما میگید آقای افشارها اشتباه میگه، پیگیری نداره. شما بیا بگو آقای افشارها پیگیری نداره و به همین خاطر من به شما توهین میکنم، اینم نوار، حالا برو من سو کن تا ببینی ایشون از کانادا میاد دنبال تو استرالیا یا نه. این از این. والا من اینجا بشینم مناظره بذارم، آقا ما مناظره نمیتونیم انجام بدیم. آقای زیا مصطفی زاده از هلند میخواست با آقای حسن اجلالی مناظره کنه، ما فکر کردیم آقا ما هم دموکرات شدیم، بله ما هم این وسط میشینیم. آقا من اینجا دیدم فقط دوتاشون دارن با هم حرف میزنن. آقای مهجور میخواست با آقای عزیزان مناظره کنه، ما دیدیم هی میگیم آقا، آخرام دوتاشون گفتن آقا به ما وقت کم دادی. گفتم بابا وقتا رو نگاه کنی کجا کم دادم. گفت اینجا گفتی چاقویه، گفتم بیا نگاه کن رو نوار نگاه کنی، ما بلد نیستیم هنوز، ما فعلا دوران ابتدایی رو میگذرونیم، باید اینجوری باشیم، باید این تو بیای حرف تو بزنی بری، من بیام حرفمو بزنم برم، اگه میدونیم این بلنگو شنونده داره، اگه نداره بی خیال راحت باشیم. حالا حکایت ماست. این رو آقای سهیلی برای من فرستاده و چند نفر دیگه. بعد من اول بگم که چی گفتم یا اول بخونم براتون اینو؟ اول میخونم. روزی بذارید بهتونم نشون بدم که ببینید ملت ما نشستن وقت میذارن چه چیزایی رو مینویسن، چه چیزایی رو برای همدیگه میفرسن. یعنی از این هایتک و از این دنیای قرن 21 شما ببینید ما چقدر واقعا داریم به نحو احسنت استفاده میکنیم. حالا حکایت ماست. روزی دو کشاورز با تراکتور راهی شهر شدند. بر سر راه به مدفوع گاوی برخوردند. صاحب تراکتور به دیگری گفت اگر از این مدفوع بخوری تراکتور خود را به تو میدهم. حالا دوستان ما میتونیم دت قصه بگیم، میتونیم تعریف کنیم، ولی اصلا همچین چیزی امکان داره؟ دو تا کشاورز دارن میرن، اوکی باشه ردنکن شوخی میکنن با اون کشاورز. این کار را کرد و صاحب تراکتور شد. موقع برگشت کشاورزی که تراکتورش را از دست داده بود بسیار ناراحت بود که چه ساده تراکتورش را از دست داده و حالا به مردم چی بگوید. کشاورز دیگر که صاحب تراکتور شده بود با خود فکر میکرد که اگر ده به ده برگردد چگونه بگوید که به خاطر یک تراکتور گوه خورده است. برای اینکه از این بی‌آبرویی رها شود گفت اگر تو هم از آن مدفوع بخوری تراکتورت را پس خواهم داد. کشاورز دیگر با خوشحالی و بدون درنگ این کار را می کند و هر دو خوشحال و آسوده و خندان به سوی ده بر می گردند. در راه هر دو پیش خود فکر می کردند که بدون اینکه چیزی به دست آورند فقط یک گوه زیادی خوردند. یعنی ببینید، یعنی گوه اندازه داره، می تونید بخورید، ولی اینا گوه زیادی خوردند. یک گوه زیادی خوردند و تازه به خاطرش چقدر هم خوشحال شدند یا خوشحال بودند یا هستند. خوشحالی ملت ما و موضوع تحریم ها و سپس رفع تحریم ها نیز کم از گوه خوردن این دو دهاتی در حکایت فوق نیست. خب من برای آقای سهیلی، مسعود سهیلی، مسعود میرزای نازنین نوشتم آقا من خودم رو تو این داستانه نمیبینم. شما دیدید وقتی یه نفر داستان میگه یا شما جز اون پسر فقیری هستید که عاشق دختر پولدار شدید یا دختر نمیدونم، بالاخره تو این داستان یه جایی دارید. من برای ایشون نوشتم آقای سهیلی من تو این داستان خودم رو نمیبینم، آیا شما خودتون رو تو این داستان دیدید؟ شما کشاورز اولی هستید که تراکتور داشتید یا کشاورز دومی هستید که با گوه خوردن تراکتور دار شدید؟ اگه نیستید چرا نوشتید حکایت ماست؟ ایشون یه توضیح داد، هم جالبه هم واقعا غم انگیز. نوشت سوربی جان در این عصر کامپیوتر اینها ما یه مش آدمایی هستیم که از بیکاری میایم میشینیم جلو کامپیوتر هر چیزی رو میخونیم برای اون یکی میفرسیم. ببینید دوستان، حکایت ما اینه آقای سهیلی، نه اون گوه خوردن، نه اون گوه زیادی خوردن. اگه کسی گوه باید بخوره که گوه زیادی خورده یا کم خورده. وقتی شما میرزای ما هستی، مسعود میرزای ما،
یه چیزی رو بدون اینکه خودش رو تو داستان دیده باشه، بدون اینکه دیگری دیده باشه بفرسه، خب دیگه جایی که شطور بود به قاز، خر قیمت واقعی نداره. بفرمایید بریم سراغ برای گذار. بعضی ها نوشتن گذر، بعضی ها میگن گذار. برای گذر از حکومت جمهوری اسلامی به صندوق آزاد و دموکرات بپیوندید. میدونید که هفته پیشم من ویدیوهای آقای منصور اوسانلو رو بارها نشون دادم و این بار یه دوست دیگه ای از کالیفرنیا اینو برای ما فرستاد، $10 هزینه کرد و ما این رو گذاشتیم روی فیسبوک. و به این دوستم گفتم اتفاقا من در این باره با آقای اوسانلو صحبت کردم، مصاحبه کردم و اینو میگه دوستان، حالا میخوایم به شما نشون بدم. هم میهنان، بذارید بیارمش بالاتر اینجوری. ببینید دوستان، همین امروز که با شما صحبت میکنم توی آیووا، با وجودی که میخواد برف بیاد و شدید سرما و اینها، مردم اینجا میرن رأی میدن که بگن ما از ریپابلیکنا مثلا ترامپ رو میخوایم یا کروز رو میخوایم یا جب بوش رو میخوایم، از دموکراتا هیلری کلینتون رو میخوایم یا سندرز رو میخوایم یا اون آقای اومالی هم چیز. ولی ببینید اینا که تازه 200 خورده سال هست اینو امتحان کردن، تکرار کردن، اینها هنوز ببینید چه گندبازی های توش در میاد. یه دفعه از توش جورج بوش در میاد که خانم کاترین هریسون بود کی بود، با آقای جب بوش دست به یکی کردن، جورج بوش رو تو فلوریدا از قوطی کشیدن بیرون، آقای الگورم بی ارزگی کرد یا حقیقتا میخواست مملکت رو نگه داره شکایت نکرد. ولی حالا ببینید آقای اوسانلو و دوستانشون آمدن با حسن نیت، ولی به جای اینکه از مغز، از لاجیک، از عقل استفاده کنن، از احساسات و از قلب استفاده کردن. نوشتن هم میهنان سایت رأی آزاد به عنوان اولین صندوق رأی آزاد و دموکراتیک مردم ایران همزمان و موازی با انتخابات حکومتی، که ایشون توضیح داد انتصابات و انتخابات قاطی کردن، کلمه انتخابات حکومتی جمهوری از تاریخ 20 دی ماه 1394 گشوده شده است تا به عنوان یک آلترناتیو اجرایی و قابل شمارش تعداد ما ایرانیانی که در هر کجای دنیا هستیم و میخواهیم مخالفت خود را با حکومت ولایت فقیه به شکلی کاملا مسالمت آمیز و قابل محاسبه و بررسی در دراز مدت نشان دهیم. این صندوق از سوی تعدادی از ستم دیدگان دادخواه ایجاد شده است، همه کسانی که به هر عنوان با نظام حکومت جمهوری توضیح می برید اینجا رأی بدید. حالا ببینید اشکالاش چیه. مصاحبه من رو با آقای منصور اوسانلو ببینید، صحبتهای ایشون رو در کالیفرنیا هم بشنوید. ایشون بارها میگه که این وبسایت یه وبسایتیه که رأی گیری توش درست هست، امکان نداره کسی تقلب کنه، همه اینها چنین و چنان و اینجوری و اونجوری. و ایداد بیداد دوستان، من الان جلوی شما میریم اینجا، من و شما میایم این رو آزمایش میکنیم ببینیم واقعا درست میگن اینها. من میام به عنوان آقای حسین، چه صدام حسین، به عنوان آقای محمد رضا شاه پهلوی اینها رأی میدم، به عنوان حسن علی منصور، به عنوان هویدا رأی میدم، همه رأیای منو قبول میکنن. خب آقای اوسانلوی عزیز، اگر سیستم رو امتحان نکردید چرا با مردم آدرس عوضی میدید؟ بعد دوست عزیز چرا شما رأی گیری میذارید؟ بیاین مثل اینها یه چیزی دارن به نام پول، نظرخواهی میکنن که الان همون مثلا میگه 37% هیلری کلینتون میخواد، 70% اونو میخواد، 25% اینو میخواد. نه، این خودتون رو خراب کنید با این کارا. بعد شما نوشتید اینجوری ما یه برنامه دراز مدتی پیدا میکنیم. آقا 1000 نفر یا 1200 نفر به گفته خودتون تا حالا آمدن؟ آیا 1200 نفر در آمریکا، در خارج از ایران دسترسی به اینترنت دارن؟ خب شما که این کارو میکنید والا بلا آخوندارو خوشحال میکنید.
آخونده میگه چقدر خوب شد آقای منصور استانلو بدونی که ما حقوقی بهش بدیم آمد این کارو برای ما انجام داد، فهمیدیم آقا اصلا ملت نه حوصله این کارو دارن. سوربی تازه رفته سه بار رأی داده و قبول کرده سیستم شما، در صورتی که نباید میکرد. سیستم شما اگه با آی پی میره نباید قبول میکرد. آقا شما برو تو بالاترین، برو تو بالاترین، یه بار نظر دادی اشتباهی، دوباره میخوای نظر بدی، میگه چند بار میخوای رأی بدی، ببخشید میگه چند بار، قشنگ به شوخی هم مینویسه. حالا ما میام دوستان با همدیگه این امتحان میکنیم. البته دوست شما از کالیفرنیا گفت اول به خود آقای منصور استانلو بگو بعدن این کارو انجام بده. گفتم والا ایشون از لحاظ اینجا بهش میگن کامیونیکیشن، از لحاظ ارتباطات کم آورده. ببینید شما اگر دوست زیاد دارید، نامه زیاد میگیرید، باید یک کاری انجام بدید که وقتتون رو چی میگن بالانس کنید، ادجست کنید، تنظیم کنید که بتونید اینا رو خوب انجام بدید. و الا هزار نفر دورت باشن، مثل یه نفر که 10 تا بچه پس بندازه ولی نتونه یکیشو موفق به اصطلاح تربیت کنه، خب چی میشه؟ این 10 تا بچه مضر جامعه را انداختی. ولی یه نفر یه بچه دنیا میاره، به زندگیش میرسه، به سلامتش میرسه، به بهداشتش میرسه، به ایژوکیشنش میرسه و الی آخر. شما این کار کردید و این دوستم گفتم آقا ایشون میره تو اسکایپ براش مینویسی 4 روز دیگه جواب میده، با ایمیل براش مینویسی هفته دیگه جواب میده، بعد میگه من الان با رادیو فردا بودم، الان با تلویزیون ایران فردا بودم، فردا باید برم کالیفرنیا. آقا که چی آقای استانلو، این همه جا رفتی، این همه جا گفتی، چی شده امروز؟ چند نفر دارید؟ و آیا این چیزی که شما گفتی در اصل طبق گفته اون دوستمون، اگر من امروز دارم این کار انجام میدم، برای اینکه ایشون تماس نگرفت و براش نوشتم که من به اجازه بدید دوستان توی صفحه مردم تیوی که میاین بذارید من اصلا بیان رو کامرای دو نشونتون بدیم، یه تبلیغ کوچولو هم برای تلویزیون مردم بکنید، برای وبسایت، برای فیسبوک مردم تیوی. ببینید مردم تیوی اگر میرید روی اون صفحه شخصی من و نوشته که 5000 تا داره دیگه نمیتونه کسی رو دوست داشته باشه، آقا دوستم کوپنی شده، شما بیشتر از 5000 تا حق نداری. و بیاین روی مردم تیوی، اینجا unlimited یا غیر محدود میتونیم دوست، دشمن، رفیق، مخالف، موافق داشته باشیم. ببینید اوکی، شما توضیح رو دادی و ما خوندیم و خیلی خوشحال شدیم و حالا میریم به این سایتی که شما گفتی. بذارید من دوستان اینو بزرگتر برای شما نشون بدم تا اونجایی که امکانش هست. 4 به 3 میایم، بله بفهم، میایم اینجا. خب دیگه خوندیم Free and Democratic Election Ballot Box of Iran، صندوق انتخابات آزاد و دموکراتیک ایران، رای آزاد.com. خب همینان همین که خوندم براتون، اینو اینو این، حالا بیان اولش نوشته که شما یه چیزایی رو قرمز زده که یعنی اینها لازمه، واجبه. بذارید اینو باز براتون بزرگتر کنم. ببینید شما، بله، اینایی که یک ستاره میذارن بغلشو قرمز میکنن یعنی اینها لازمه. اسم خانوادگیتون رو بنویسید، از کدوم شهر و استان هستید، آدرس ایمیلتون رو بنویسید. حالا میایین پایین، یه سری نماینده گذاشتن، بعد نوشته کاندیداهایی که به صورت نمادین در فرمانداری‌ها ثبت نام کردند. این علامت قرمز یعنی چی؟ یعنی من باید به یکی از اینها رأی بدم؟ اگه نباید به یکی از اینها رأی بدم، آقای استانلو، دوستانی که کمک کردین، پس چرا این رو گذاشتید؟ پس این لازمه یا لازم نیست؟ اگه لازمه، پس این میشه هم مثل جمهوری اسلامی، ما باید به یکی رأی بدیم حتی اگه نخوایم. اوکی، حالا یکی دیگه نوشته افرادی که از سوی مراجعه کنندگان تا کنون از داخل کشور به سایت رأی آزاد به عنوان کاندیدا پیشنهاد شدند، یعنی اینا رو مردم معرفی کردن، درسته؟ خب این چه نتیجه‌ای داره؟ تازه شما بازم اینجا این ستاره رو گذاشتی، یعنی من حتما باید به اینام یکیش رأی بدم یا چند تاش رأی بدم، من نمیدونم. در صورتی که مثلا اگه تهران چند میلیون جمعیت داره با یه جای کوچولو که
صد هزار تا جمعیت داره، اون باید 10 نفر رو بتونه انتخاب کنه، اون باید بتونه 1 نفر رو انتخاب کنه. نگاه کن تا اینجا آمدیم، من نمیخوام به اونا رأی بدم، نمیخوام به اینا رأی بدم. آفرین، شما آمدید این پایین نوشتید اگر نام کاندیدای شما در لیست بالا نبود، شما می توانید کاندیدای مورد نظر خود را برای اضافه شدن به لیست پیشنهاد دهید. من اینجا می زنم صدام حسین. صدام حسین، اوکی. اینجا نوشتید که ارسال پیام اختیاری، اوکی. می نویسم که This is a test by survey، اوکی. حالا سابمیت میکنیم. سابمیت یعنی بندازین تو قوطی. اوکی. اینجا نوشته never submit password through google form. البته بیان بالا، من اون فرما رو که اسم و آدرس و اینا رو خواست، حالا که ما صدام حسین معرفی میکنیم، خب هیچ کم به غیر از صدام حسین خودش معرفی نمیکنه، درسته؟ اینجا باز ما مینویسیم صدام حسین شاه، مینویسیم کجا بود، مال بغداد، نه مال نمیدونم یه جایی بود، حالا ما می‌نویسیم اصلا به جای شهرم کشورش می‌نویسیم عراق، آدرس ایمیل می‌نویسیم saddam@hell یعنی jahannam.com. اوکی دوستان، آقایی که $10 دادی ممنون، چقدرم کارت ردیف بود، اونو گذاشتیم. نگاه کن، ما اینو به نام صدام فرستادیم. خب این میگه بار رأی بدی، میگم آقا شما که گفتی اگه نمایندای من اینجا نیستن من اون زیر بنویسم. اوکی، شما منو مجبور میکنی، منم به اولین اینو آخرین این رأی میدم که از دست این قرمز رهایی پیدا کنم. دوباره میام پایین، به زور رأی دادم دوستان، نگاه کنید، قبول کرد، درسته؟ قبول کرد. برگردیم اون صفحه اینجا یه بار دیگه، مگه اینا نگفتن تقلب نمیشه فلان نمیشه؟ نگاه کنید یه بار دیگه، میریم رأی بدیم. صدام حسین رو رأی دادیم، این دفعه میایم، خدا رو شکر که این دوتا رو آلیدی گفته قبول نه، یعنی مجبور نیستید. نام و نام خانوادگی این بار میذاریم حسن علی منصور نخست وزیر ایران، شهر میذاریم تهران، آدرس ایمیل میذاریم منصور که هم اسم خود آقای منصور اوسانلو هست، ات این یکی رو میاریم مثلا ات بگیم کجا، ات gmail.com. اوکی، این بار به این اولی رأی میدیم که بلکه دست از سرون برداره و این آخری. اوکی، عباس امین ارتضی. نام کاندیدا، نام کاندیدا هم میذاریم حسن علی منصور. ارسال پیام اختیاری مینویسیم تست شماره 2 by survey. اوکی، تستم نوشتیم تیسته. بفرم سابمیت. دوباره آقای اوسانلو، بنده تا حالا 5 تا رأی دادم. اولا شما منو مجبور کردی به کسایی که نمیشناسم، به کسایی که نمیخوام باید رأی بدم، پس یه سری رأی پالوده‌ای. حالا براتون رأی پالوده‌ای میگم. یه آقایی بود به نام خدایا یادم رفته، اولین رأیی که من تو شیراز دادم برای این بود، پسر عموم گفت که بیا بریم دم فلکه مصدق با آقای چیچی میرزا یک فلانی رأی بدیم. گفتم این کیه، برای چی، رأی چیه؟ گفت آقا اینا رو ولش کن، یه پالوده بهمون میدن. ما رفتیم برای یه پالوده رأی دادیم به یه نفر، هر وقتم اسم اینو میگفتن که از شیراز قبول شده من خندم میگرفت که خب لابد به خاطر پالوده یه مش نادانی مثل من ایشون رفته تو مجلس. الان هم اسم یادم رفت، خدای قربونت برم. آقای اوسانلو عزیز من، شما رانندگی اتوبوس واحد کردی، میدونی بعضی وقتا اگه تند بری درسته که فکر میکنی زودتر به مقصد میرسی، ولی هم خودت رو داغون میکنی، هم ماشین رو داغون میکنی، همین مسافرهای بدبخت رو. یکم وایسا، استراحت کن، اصلا بخواب، هیچ کاری نکن، بعد یه آبی بزن به صورتت، یه چایی بخور را بیفت. هم شما هم اون دوستی که پول این آگهی رو داد رو فیسبوک، اگر خواستید مهمون من باشید تا در این باره صحبت کنیم،
من ثابت کردم که این غلطه، این کار شما. و اون چیزی که شما به مردم گفتید، مردم میتونن الان شما رو به دروغ گفتن متهم کنن، یا به اینکه شما بدون اینکه آگاهی داشته باشید اطلاعات غلط دادید. کدومش من نمیدونم. سعید عزیز، صدای شما را از قلب مکزیک میشنوم، ایالت زاکاتک. اینجا برف آمده، همه چیز خوبه، تصویر و صدا عالیه. من فردا برمیگردم آمریکا، صبحانه، نهار، شام فلفل میخورم. خدا به دادت برسه فردا، همش با جیغ بزنیم. در ضمن اگر نامه از جایی میاد که دوست ندارید، به شما از آقای خسرو بهرامی، بفرستید توی اسپم، با یک کلیک بلاکش کنی. نه، با یک کلیک نمیذارن بلاکش کنی. پدر سوخته همونی که میفرستی تو اسپم، باور کن میگه اه این پس میگیره، بیشتر باید میفرستی. ولی اگه میخوای بلاکش کنی، با ربع ساعت بری تو فرم و توی ستینگ و اینها، آقا یک کلیکی بزن بغلش بلاک، 500 دارم بتونی بلاک کنی. مسئله مهمی نیست، تهمت زدن نداره. من برای من هم از این مزخرفا میاد، یه بار بلاکشون کنید دیگه نمیاد. کدوم پول؟ کی پول میده برای ایمیل؟ آقا سعید تو مکزیک هم اصلا، آقا سعید یکم کام داون، فلفل نخور قربون، فلفل نخور، آب آناناس بخور، این چیزا، کام داون، ریلکس. اگر این آقا از شما سوال کرده بود که مسئله مهمی نمیشد. آها، ببخشید، یه خط رفتم پایین. کدوم پول؟ البته اگر چند هزار ایمیل داشته باشی میشه بفروشی، ولی چند هزار، شما که هیچ. آخه خجالت داره آدم به دوستش تهمت بزنه برای یه همچین چیزی. اگر این آقا از شما سوال کرده بود که مسئله مهمی نمیشد. سوال کردن با تهمت زدن خیلی فرق میکنه. شاید هم شما اشتباه کردی، کسی لیست شما را کپی کرده. به هر صورت من از این دوستمون اصلا انتظار این عکس العمل را نداشتم. پلیز اسمایل مور، ایتس فرست دی اف دی ویک اند فرست دی اف دی مانت. یا امروز اولین روز، بله اولین روز ماه و اولین روز ویک. البته اولین روز ویک سانده، آمریکایی‌ها زبلن، اول تعطیلیشون رو میگیرن بعدن میان سر کار، برعکس ماها که 6 روز میریم سر کار تا یه جمعه داشته باشیم. اینا اول ساندی ریلکس. چه راستی اینجوری شده؟ مگه نگفتن خدا 6 روز کار کرد بعد اون روز رفت آفتاب گرفت کنار دریا؟ چرا این ساندی رفته اول؟ اینم از این. ممنونم سعید، چشم، سعی میکنم خنده کنم. شما اگه جای من بودی، ایمیلای اینجوری، پیامای اینجوری از دستت میومد، یه همچین به دستت میرسید، یه همچین میتونستی بخندی؟ فکر نمیکنم. بله پارسای عزیز، شرکت هایی که ایمیل مجانی میدهند، آقای بهرامی گوش کن، میدهند مثل یاهو و هات میل، چون صاحب این ایمیل ها هستند، به راحتی میتوانند آنها را بفروشند. حال شما بیایید این را به این آقایان ایرانی که چیز میدانند تحمورز چه قشنگ گفت، باریکلا. ببین وقتی من میگم این تلویزیون مردم، حسنش اینه که من در دلمو باز میکنم، درد دلمو با شما میگم، شما همون موقع شروع میکنید دوا نوشتن. آقا من حالا فهمیدم، آقای بهرامی، شما اگر کمپانی خودت بود، ایمیل خودت بود و فقط هم توی این 37 سالی که ایمیل آوردی، یعنی شما از همه زودتر ایمیل داشتی، فقط برای من ایمیل میفرستادی، و حالا چون شما زن و اینا داری نمیگم، فقط برای دوست دخترات من بمانه، بعد اگر من این ایمیل رو داده بودم به آقای گنجی، تو میفهمیدی بله این شرکت فلان فلان. آقا شما اگه از یاهو، والا من اصلا یادم نیست، شما AOLی، یاهو هستی، جیمیلی، او یکی هات میلی. تحمورش میگه ایمیل مال اوناست، اونا حق دارن بفروشن، اونا هستن که بله. اینجاست که اکبر گنجی مادر به خطا و آقای محسن سازگارای حرومزاده اینها واردن که اون 500 هزار دلاری که گرفتن بره 1000 دلارشو خرج کنه، نمیدونم 1,000,000 ایمیل ایرانی رو از یاهو بخره. 1,000,000 ایمیل نه از من، آقا من 3,000 تا ایمیل دارم، میخوام برخلاف تمام مورال، یعنی اون مرام و معرفت و عرف و اینها، بفروشم اینا رو. یه ایرانی من نشون بدید که میدونم همش ایرانیه، بیاد این از من بخره.
کدوم ایرانی میاد از من ایمیل بخره که شما چنین با آب و تاب، حالا اگر پول گرفتی که نوش جونت، آخه این شانس آوردی من بهت زنگ نزدم، الان تو تلویزیون نمیتونم، ولی اون موقعی همش که ممکن بود. ممنونم آقای طهمورس عزیز و بهروز. اولا شما تو خونه امروز چیکار میکنی؟ حتما برف اومده. این بهروز همیشه فیلمای منو بعدن میبینه. ولی نشته کاگو جون، مستر بهرامی was chasing a refugee in a Mercedes Benz in high speed chase passing 280 miles per hour. This is nothing compared to that incident. God with him. ببین یادشونه مردم. شما رو میشناسن. آقای سعید کاووسی رو میشناسن. داستانایی که گفتید میدونن. قصه‌هایی که گفتید میدونن. این آقای بهرامی یه دفعه تو صحبتاشون داشت میگفت که اینجا یا تو آلمان نمیدونم با بنز داشته 280 مایل، که بعد ما گفتیم آقا شاید تو آلمان بوده، اونجا هم کیلومتر کوتاه بیا دیگه، حالا نمیدونم به خیر گذشت. در اصل بعضی وقتا ما اینجا کارمون شده ماسمالی کردن، ماجرای ماسمالی رو میدونید دیگه، نه؟ خب و اما برنی سندرز که خیلی داره پیش میره، و برنی سندرز آدمی هست که دوباره باعث شده من برگردم پای صندوق رای در آمریکا و رای بدم. امروز اینجوری نوشته، دوستانی که میگن آقا این تلویزیون ها چرا همشون از آدم پول میخوان، طرف میخواد بیاد بشه رئیس جمهور آمریکا، سالهای سال سناتوره، پول داره، ولی نگاه کنیم ببین چی میگه، که مهم نیست که ما امروز توی آیوا ببریم یا برنده بشیم، مهم ایه که اگه شما اونجا هستی الان بلند شی. دوستان اینو گوش کنید، میگه الان بلند شی. Please close this email and start knocking on doors to bring folks to. میگه همین الان این ایمیل رو ببند، بلند شو برو در خونه مردم در بزن و اونها رو بیار برای انتخابات. دوستان تو رو خدا برید ویدیوهای منو نگاه کنید. من با آقای حخا به سعید سکویی گفتم آقا شما نمیتونید به مردم بگید امروز تظاهرات جلو فدرال بیلدینگ، اون وقت خود احمقتون نشسته باشید تو تلویزیون. اگه شما درست میگید، من که تلویزیون رو روشن میکنم یک کاغذی باید نوشته شده باشه، نوشته باشه دوستان ما امروز رفتیم فدرال بیلدینگ، شما هم تشریف بیارید اونجا. بعد منی هم که نگاه میکنم که میخوام همیشه بیام یه احمقی رو ببینم بخندم، ببینم احمق من دلغک من رفته جلو فدرال بیلدینگ، میرم میگم به واقع ببینم این کی هستن، این آدم دیوونه، بلند میشم میام. ببینید برنی سندرز میگه ایمیل تو ببند، بلند شو برو. راجع به اینکه یه چیزی بنویسیم و نشون بدیم و اینها، شرکت برق اینجا برای ما یه چیزی میفرسته سال تو سال، سال به سال نشان میده که، نشون میده که چقدر امسال گاز مصرف کردیم، امسال به نسبت پارسال چقدر. بعد اینا هم عددا اشتباهه، دلیلش هم بهتون میگم. مثلا برای ما میگه که شما امسال به سال قبل کمتر مصرف کردید، باری کلا نشون میده صرف جویی کردید. نه آقا امسال زمستون نبود، امسال همین الان که من صحبت میکنم بعد از اون برف بزرگ و اینها، دیروز پریروز اینجا هوا نسبتا گرم شده، از امروز بعد از اون شروع کرده بارون اومدن، ما بالاخره چمنا رو داریم میبینیم. پس این همه عدد و آمار و اینها، باز برمیگردیم به این عددهای پشت سر من. به عددا هم این روزا نمیشه اطمینان کرد. خود من میندیسم بابا اعداد دروغ نمیگن، ولی بعضی وقتا با وجودی که دروغ نمیگن غلطه، ما رو به یه جای غلطی میفرسن. ما کجا امسال گاز کمتر از سال دیگه مصرف کردیم؟ هوا گرم بوده چیز نکردیم، هوا سرد بشه گازر هم میبریم بالا، ولی الان نمیان دو تا پتو بپوشیم که بگیم ما میخوایم انرژی سیو کنیم، کره زمین نمیدونم زیر آب نره و الا و این و اون. خب برنی رو براتون خوندم. یک آقای آها، مثلا شما آقای بهرام، آقای خسرو بهرامی، شما بیا به من بگو این بند خدایی که داره میمیره از این ماسل چی میگن مایچه‌هاش داره از دست میده، از کجا ایمیل منو پیدا کرده که دختر گلش داره از باباش مواظبت میکنه، چون این بابای دیگه دست پاشو نمیتونه تکون بده، مایچه‌هاش داره از بین میره. اینو ما یه بار چون برای یه کسی رفتیم اونجا مثلا نوشتیم، حالا دیگه هر کسی اونجا میره برای ما میفرستن. که من این رو از شما هم خواهش میکنم دوستان، چون این FDA Federal Drug Administration هم چیزی، این یه چیز مزخرفیه
که مثلا شما میبینی یه چیزی درست شده و اینها، حالا درسته اینها نظارت میکنن، ولی بعض وقتا این نظارتاشون باعث میشه بعضی ها بمیرن. این آقا میگه آقا من روزی که ازدواج کردم، روزی که بچه دار شدم، امیدم این بود که من از بچه هام نگهداری کنم. الان بچه من باید وایس روز به روز از من نگهداری کنه و شاهد این باشه که هر روز یه قسمتی از بدن من دیگه کار نمیکنه. و میگه تو رو خدا شما هم بیاین امضا کنین تا چیز باشه. من رفتم امضا کردم، الان نوشته بود گلشون 30,000 تاست، اون موقع که من امضا کردم 28,000 تا بود، الان 28,232 جیز پتیشن. اگه کسی میخواد اینم میذاریم روی فیسبوک بره امضا کنه، یا برای من ایمیل بفرسته براتون بفرستم. یادتون باشه دوستان، ایمیل هایی که برای ما میفرستید 1,500,000 ما میفروشیم، اونم به کی؟ به چه طلای پاکی؟ به آقای به آقای آقا این ایمیل شما رو من به عنوان بهترین جوک سال 2006 کاندید میکنم. این پیام شما رو بهترین جوک، یعنی دیگه از این بهتر نمیشد. ولی خوشحالم که طهمورث چیزی رو گفت که حتی به نظر من نرسیده بود. میگه آقای بهرامی ایمیلی که مجانی گرفتی از یاهو، AOL، جیمیل، هاتمیل، این مال اوناست. به هر ننه قمری، به هر بی پدر و مادری مثل اکبر گنجی، مثل سازگارا میتونن بفروشنش. برو یه ایمیل درست حساب بگی با ایمیل خودت و با وبسایت خودت. ممنونم، مرسی. خب بریم سراغ کاگو جون، مستر بهرامی، سو اند سو. ممنونم بهروز عزیز. و اما تصویر قلابی، یادتونه من در رابطه با تصویر دکتر مصدق روی پول عراق گفتم آخه ملت از خودتون سوال کنید عراق چرا باید بیاد تصویر دکتر مصدق رو بندازه و اینها؟ آقای دکتر آریانپور، دوستان دیگه نوشتن که بله این اشتباه بوده و غلط بوده و اصلا فرستادنش برای همدیگه کار اشتباهی بوده. ولی اون فلسفه آقای مسعود سهیلی میگه آقا ما مشتی بیکاری هستیم جلو کامپیوتر، هر چیزی برامون بیاد میفرسیم. یعنی حقیقتا مثل این میمونه که من یه چیزی بیاد جلو دماغم بوگند بده، به دوستم بگم نگاه کن چه بوگندی میده، نگم اوه بوگند میده بندازمش رو. سعید یاد من داده بود، میگه آقا اگر چیزی ترش آشغال بوگند میده بندازش دور، چرا برای من میفرستیش؟ اینم از این البته براش میفرستم گاه گاه گاهی براش میفرستم. خب ایشون نوشته دکتر گرامی واقعا من در طول عمر طولانی خودم پی نبردم که چرا ما ایرانی ها اینقدر دروغگو و کلک هستیم و از این دروغگویی کلاهبرداری ها و کلک زدن ها جز بدنامی، بی آبرویی و نشان دادن بی فرهنگی خود چه نتیجه ای گرفتیم؟ آیا در این 37 سال گذشته یک جمله ارزشمند و به درد بخور از دهان اکثر ما آریا نژاد ها خارج شده است؟ همش صحبت از کردار نیک، گفتار نیک، پندار نیک میکنیم. خب آریا نژاد های اصیل شما 10 نفر را در بین مهاجران فراری خود تبعیدی به من معرفی کنید که واقعا به یکی از آن سه اصل شعاری عمل کرده باشید. وای بر ما و طرز تفکر شیطانی ما. حال شما فکر میکنید ما با چنان مردمان فاسدی تغییر رژیم میتواند همراه با اصلاحات مردمی باشد؟ باش تا صبح دولتت بدم. این از این که تصویر سرور گرامی آقای آریانپور با درود فراوان، این که تصویر دکتر مصدق روی پول عراقی ها جعلی بود برای من هم روشن بود. من آن ایمیل را به همین علت برایتون فرستادم. ای داد بیداد، شما نوشتی بالاش جعلیه، بالاش نوشتی دوستان این جعلیه برای دیگران نفرستید. اگه هم چیز بود چرا فرستادیش اصلا؟ اتفاقا همین آقای آریانپور به شما هم فکر کنم داره میگه که آقا چرا انقدر دروغ میگی. بله اینم اینه، پول رو برداشتن، دو تا پول رو اینور اونورشو ببینید، عکس صدام بوده و نمیدونم یه چیزی، اینا برداشتن عوض کردن، به جای عکس صدام گذاشته بودن مصدق، بعدم اینجا گذاشته بودن، بعدم نوشته بودن ستاره شناسی فلان، که اون آقای حسین دهباشی از ایران نوشته بود که آقا اصلا عراق ستاره شناسی نداره، اونم مال 70 سال پیش. خب دوستان انقدر اعصابتون رو خرد کردم، حالا بیان یه کمی به هم دیگه درس اخلاق بدیم. میدونید که ما همه ایرانی ها بی اخلاق، ولی وقتی که میرسه به درس اخلاق دادن هممون میشیم معلم اخلاق. حالا اولیش خودم به شما درس اخلاق بدم. بابا یکم صبور باشین، چیه فوری جوش میاری؟
حالا آقای بهرامی به جای اینکه زنگ بزنه بگه آقای سربی دلم هواتو کرده بود، آقای سربی ببخشید من مدت هاست تلویزیون مردم رو حمایت نکردم، اقلا میخواستم با یک کلامی باهات صحبت کنم، برداشته اونجوری گفته. حالا تو سربی دیگه چقدر ناراحت میشی؟ patience and tolerance، این صبر و تحمل ما هم داریم. بله ببینیم کیه ایشون. بفرمایید سربی هستم. سلام عزیزم جناب علی. بله 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 دوست همشهری ما روی ایر هستیم، اگر صحبتی دارید بفرمایید. چه شما خوب هستن آقای سازی؟ الحمدلله خواهش میکنم. خیلی یادتون اومد که بله 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 بفرمایید. فقط زنگ زدم یه عرض ادبی بکنم، یه خسته نباشی بهتون بگم. من شما لطف کردی، مواظب خودت باش، به همه شیرازی ها سلام منو برسون عزیزم. خدا نگهدار. مرسی صدات هم تو این برنامه موند، روی آرشیوم میره. خدا حافظ. آدم شما در نکنی خیلی ننم ممنونم. خواهش به همه بینندگان هم سلام هم میرسونم. بزرگی تو میرسونی. مرسی مرسی خدا حافظه باشه. بله دوستان، از شیراز این دوستمون از طریق تلویزیون رنگارنگ با ما آشنا شد و دنبال میکنه ما رو، ممنونیم. خب برقم رفت و آمد، حالا امیدواریم که این چیزها قطع نشده باشه، ببینیم شده یا نشده، چون ما اینجا یه بکاپ بدری داریم. دو بار تا حالا برق رفت و آمد، شما اونجا متوجه شدید تصویر سیاه شد نشد چی شد؟ ببینیم چی شد. بله اجازه بدید. الحمدلله تا اینجا وصلیم، ببینیم چیه. همین موقع آقای مینویی هم زنگ زد، ببینیم که بله چی کجا داریم میریم، چه کار داریم میکنیم. اجازه بدید. ببین یه وقتم که ما خواستیم مثل آدم بیایم صبور باشیم و چیز باشیم، برقمون رفت و برق آمد و اینها، گفت شیطان نخواست که ما بندگی کنیم، یک دم نشد که بی برق زندگی کنیم، یک دم نشد که بی سر خر زندگی کنیم. بله بفرمایید. این از این، این شعر اصلش را کسی بلده برای من بفرسته، چون میدونم که این نیست. بله میگه که صبور باشید و تحمل کنید، صبر و تحمل. ببینید این سگ به این بزرگی با اون سگ کوچولو، این سگ کوچولوها خیلی انوینگ هستن، واق واق هم جیغ میزنن هم داد بیداد میکنن، واق واق میکنن. خب این سگ بزرگا کامتر راحتتر، ببینین حتی به گوشش داره ور میره، ولی این عین خیالش نیست، دوباره میاد از رو کلش دیگه آخر کار اومده زیر گوش این وریش خوابیده. حالا این نوشته خیلی مهمه آقای خسرو بهرامی عزیز. البته مانتی اون روز آقا منصور از شما دفاع کرده بود، میگو بابا آقا منصور حالا دوسته یه چی گفته تو چقدر تکرار میکنی؟ گفتم ببین این حسن برنامه من همینه که شما هم دوست دارید من به یکی که گیر میدم ول نکنم همینجوری تا آخر برنامه. اینجا نوشته که دوستان خوب خیلی مشکل میشه پیداشون کنی، مشکل تر اینه که ولشون کنی ترکشون کنی. بعد میگه که اصلا غیر ممکنه که فراموششون کنی. حالا این آقای خسرو بهرامی هم دوست ماست، ولی دوست عزیز ما از یاران چشم یاری داشتیم، شما زنگ بزن بگو سربی من ایمیلم اینجوری شده. حالا چه ایمیلی برای شما فرستادم؟ پاکش کن بلاکش کن، تو منم بگم آقا بلاکش کن به نسبت لاشقا. بله این بود آقای سهیلی نوشته بود dealing with computer and sending an email is enjoyment. No. کجاش enjoyment؟ light hearted pleasure and amusement. ای بابا it's not demanding and it's not considered serious matter. آقای سهیلی این حرفا چیه شما میزنی؟ ایمیل جوک و شوخی و اینها که نیست که. اگه من برای شما ایمیل بزنم که فلان دوستتون خدای نکرده از بین رفته فردا در قبرستان فلان باشیم، بعد شما بیای اونجا من بگم میخواستم لایت هاردت شوخی کنم، نمیگید این مردی که دیوانه شده؟
البته عیب نداره دیگه، ما هر کدوم از دیوانگی رنگ به خصوصی گرفتیم. برای اطلاع هموطنان ایرانی که صمیمانه ایران را دوست دارن، یه فیلم 20 دقیقه‌ای فرستادن، Spring Wind، Wind یعنی باد بهاری. میدونید که ما نسیم شمال داریم، باد بهاری داریم. این فیلم یه چیزایی رو نشون میده مثل بادگیره، البته اینا آسیاب بادیه، فکر کنم پایینش آسیابه. من اینو ضبط کردم، اگه یه جایی 20 دقیقه وقت داشته باشیم اینو نشون میدیم. اگه امروز وقت کنیم زودتر من بخوام برم اینو میذاریم تا بین برنامه من و بین آقای اجلالی. ولی من اینو که هر دوستی هی میاد هموطنان ایرانی که صمیمانه این، آقا شما اگه یک فیلمی از آلاسکا براتون بفرستن که قشنگ باشه، اگه یه فیلمی از هاوایی بفرستن، شما لازم نیست هموطن هاوایی باشی، شما لازم نیست صمیمانه ترین عشق رو به مملکت داشته باشید. هر کسی از هر چیز زیبا دیدنش خوشحال میشه و لذت میبره. چرا هی اینجوری خودمون رو اذیت میکنی؟ اگر وطن پرست هستید بعد از دیدن این ویدیو حتما سرتون رو بزنید به دیوار. بی خود نیم همون گیج شدیم، از بس سرمون رو زدیم به دیوار. بله، اون رو هم براتون خوندم، اون رو هم گذاشتم، این رو هم این از این. و بریم سراغ دنبال منصور دارم میگردم که اولا این اون روزم براتون خوندم، آقای ماسالی وقتی که این دوستشون فوت شده بودن به اصطلاح اعلام کردن و تسلیت گفتن و نوشتن و چیزهای خوبی نوشتن. ایشون نوشتن خاکسپاری، نه آقای ماسالی یا دوستان دیگه، نوشتن خاکسپاری و یادمان، بذارید من اینو ثابت نگه دارم، خاکسپاری و یادمان رفیق تراب حق شناس به آگاهی میرسانیم جمعه 5 فوریه 2016 ساعت 1:30 با رفیق تراب در آرامگاه پرلاشز ودا خواهیم گفت. شنبه 6 فوریه نیز به یادش گرد هم جمع می شویم. محل و ساعت این مراسم را در اطلاع بعدی به آگاهی خواهیم رساند. اندیشه و پیکار، آرامگاه پرلاشز، ورودی گامبتا، مترو خط 3. کدوم کشور کدوم شهر من نمیدونم، اینجوری که شما می‌نویسید فقط برای اونها خوبه، ولی اگر یه آدرسی بنویسید پاریس، بنویسید آلمان، بنویسید فلان شهر، فرانکفورت شهر پاریس، مردم بفهمن بهتره. جناب سربی عزیز، با عرض سلام، این آقای افشارها نوشته برای دوستمون ونداد ایمانی. جناب آقای ونداد ایمانی فرمودند دکتر قلابی، خوش فرمودند. به برنامه‌های قبل بنده در ضدیت منطقی با عنوان و مدرک سازی غربی‌ها در امور علم و دانش مراجعه فرمایند و خصوصا به برنامه‌های آینده این جانب در توضیحات بسیط منطقی در این خصوص توجه فرمایند تا بدانند که خانه از پای بست ویران است. اون وقت خواجه که همون آقای ونداد باشه در فکر نقش ایوان است. ما با فلسفه مدرک و مدرک سازی جنگ و گفتار منطقی داریم، ایشان در قلابی بودن حرف دارن. آقا اگر مرادتان مدرک است داریم، اما اگر منظورتان اعتنا به مدرک است که به قول مرحوم احسان نراقی فاتحه خواندن به مدرک و مدرک سازی، اصلی و قلابی هم ندارد. بنده به علم و عالم و اهل مطالعه و دانش و دانشمندی سرسپرده هستم. نسبتاً طولانی است، خودشون در جمعه برنامه خودشون ساعت 3 بعد از ظهر احتمالاً در این مورد صحبت میکنن. و اما یه دوستی داریم به نام شهروز، اگه اشتباه نکنم، منصور جان ایمیلت گم شده، باور میکنی؟ یا شاید چون از دیروز گذاشتمش رفته اون تحت ها. بذار ببینم. بله ببینم، عجیبه ها. آهان دوستان، چهارشنبه آقای آریانپور میدونید که قرار هست بیاد اینجا، ولی ایشون در رابطه با یک وبلاگ یا یک بلاگی صحبت کرده بود که دیروز برای من این رو فرستادن حدود 5 و 10 دقیقه بعد از اون 21 ساعت قبل. با عرض سلام، من اخیراً در گوگل به نام خودم
یک وبلاگ یا بلاگ باز کردم و به تدریج مشغول درج نوشته ها، گردآوری ها، مصاحبات و ویدیوهای گذشته خود می باشم. آدرس این بلاگ عبارت است از hushangaryanpur.blogspot.com. آقای آریانپور، من اگر جای شما بودم یه وبسایت برای خودم درست میکردم. این بلاگ اسپات و اینا به درد نمیخوره. اینم مثل همون چیزی که اون دوستمون تحمورس سفارش داد، این مال اوناست. شما داخلش همینجوری وایسادی، مجانیه. مگه اونای دیگه مایه چنده؟ مایه 2-3 دلاره. در هر صورت من رفتم دیروز نگاه کردم. بذارید دوستان این صفحه رو به شما نشون بدم. نوشتن شماها هم اگه میخواین بیاین تو این صفحه بنویسید و مشغول شید با اسم خودتون، حتی مطالب رو میذاریم اونجا. ولی به نظر من خیلی شلوغ بود، خیلی زیاد بود، انقدر زیاد بود که من ندونستم کجا برم، فیلم ها کجاست، ویدیو ها کجاست. مثلا این قسمت سمت چپ، بذارید دوستان بهتون نشون بدم تبایی که داره. اولا اگر همه چیش به فارسی، خب اینا رو هم فارسی کنید، ضمن اینکه ما خودمونم انگلیسی هم به مردم میگیم، خودمون عمل نمیکنیم. ببینید اینجا نوشته کلاسیک، خب یعنی چی کلاسیک؟ بعد اینجا نوشته فلیپ کارت. فلیپ کارت یعنی من این وقتی که ماوسم رو میارم روی این کارت فلیپ میشه. خب مگه ما میخوایم ورق بازی کنیم که اینجوری باشه؟ این فلیپ کارت. البته من میدونم این جنریکه، بعد مگزین. حالا این مگزین هم معنی مجله و نشریات و اینها میده، نمیدونم اینجا به چه عنوان استفاده میکنه ازش. موزاییک، این کلمه موزاییک یعنی چیزای درهم و برهم از این ور اون ور. بعد سایدبار، سایدبار این بغل رو میگن سایدبار که نوشته ها رو آوردن. ما معمولا اگه ایرانی هستیم این باید سمت راست باشه، فارسی باشه. این برای انگلیسیه که سمت چپه، اب نداره. سنپشات، سنپشات عکسای فوری و اینا رو که میگیرن میگن سنپشات، که هنوز در دست اقدام کاری نکردن اینجا. و تایم سلاید که این هم باز نوشته در، نه دست اقدام نیست. در صورت برید دوستان نگاه کنید و من فردا تماس میگیرم با آقای آریانپور، ببینم حالا که این بلاگ رو دارن با تلفن یا با اسکایپ یا از خونه به من میگن چه چیزایی رو بخونم اون روز، یا خودشون تشریف میارن اینجا. اینم از این که هنوز من نمیدونم. در صورت وبلاگ ایشون آدرسش هست hushangaryanpur.blogspot.com. پس شد hushangaryanpur.blogspot.com. اینم از این. خب ممنونم از ایشون، ممنونم از کسی که روی بلاگ ایشون کار کرده تا به این نتیجه برسه. ببینیم آقای مینویی چیزی گفته که جنبه خصوصی داره یا برای همه است. پلی. مینویی هستم، درود بر شما جناب. آقای سوالی، من متأسفانه آدرس شما رو گم کردم. بله ممنونم. آقای پرویز مینویی، میدونید دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر از تلویزیون ای2 برنامه دارن. برنامه های ایشون رو ما ضبط میکنیم، هر روز پخش میکنیم، روی یوتیوب میذاریم. میتونید با خودشون هم مستقیما از طریق ایمیل و وبسایتشون تماس بگیرید. اینم از این، اینم از این، اینم از این. تا اینجا بریم سراغ پرونده های امروز. وصف الحال رو که براتون خوندم که کاملا اشتباهه، اصلا وصف الحال ما نیست. و ببینم منصور عزیز رو پیدات کردم. هرچه از دوست رسد نیکوست. منصور نوشته که سلام کاکو جون. البته من شیرازی نیستم، ولی در این خطاب، بعضیا خطابم میگن، در این خطاب صمیمیتی میبینم، صمیمیتی است که فکر نمی کنم در دیگر لهجه ها باشد، و این را به این خاطر گفتم که فرمودید فلانی، منظورم منصور، از حرفای من ناراحت شده است که ابدا این گونه نبود. من عقیده خودم را نوشتم و شما در پاسخ عقیده خود و در شما در پاسخ عقیده خود را چنان بیان نمودید که گویی از آن به حق تر امکان ندارد. آفرین منصور، آینه را پیدا کن، برو جلوش، از قول من خودتو ببوس. دقیقا همینه. ما هممون
اصلا وقتی میگیم این عقیده منه، این نظر منه، ما فکر میکنیم این درسته که نظر منه. جدیدن یاد گرفتیم میگیم این نظر منه، ممکنه اشتباه باشه. این نظر منه، بعض وقتا میگیم که امیدوارم اشتباه باشه. مثلا نظر من اینه که این آقای منصور استانلو با این حرکت چی میگم شلم شوروا به جایی نخواهد رسید. این نظر منه، ولی امیدوارم اشتباه باشه. و شما این رو درست گفتید. حالا میگه که من بله، شما روزی گفتید کاغذی که در دست من است من سبز میبینم و شما سفید و همه ما درست میگوییم. منظورشون هر دوی ما درست هم میگه. حالا با امروز این عینک رو اول پاک کنیم و بعد با شما صحبت میکنم. این مثال رو توی کلاسایی که میگیرید و اینها، برای که میگن بابا با مردم وقت صحبت میکنید فکر کنید که یک امکان دیگه ای هم هست، هرچی شما میگی درست نیست. اینو ببینید دوستان، شما چی میبینید؟ اینجا نوشته کاسکو، باقیش آبیه. شما هی داد بزنید بگید نوشته کاسکو. من میگم هیچی ننوشته اینجا. هی شما داد میزنی میگی نوشته کاسکو، هی من داد میزنم میگم آقا هیچی نیست. دوتامون درست میگیم. تا یه نفر دیگه باشه عاقل‌تر از من و شما بگی وایسه ببینم، قبل از این پرش کنید بدید ببینم آقا این درست میگه، این ورش نوشته کاسکو، این ورش هیچی نیست. اینا رو کاسکو مجانی میده، خیلی جیره، جنس خوبیه برای عینک تمیز کردن، خش نمیندازه رو عینک رو. تا اینجا شما درست میگه که این ورش سفیده، این ورش سبزه، اون ورش قرمزه، هر کدوم از یک زاویه خودمون میبینه. داستان اختلاف عقیدتی شما با بیشتر بینندگانتان هم از همین اختلاف دید سرچشمه میگیرد. شما در مقام مجری تلویزیونی به راننده اتومبیلی میمانید که با سرعت میرانید و ظاهرا حق عبوری هم برای عابرین پیاده قائل نمیشوید. اول برنامه اخلاقم بهتر بود اینو گفتم. زنگ بزنید پیام بذارید. بله اول برنامه اینو گفتم، کاش که تو اون حال خوب قبل از این پیام آقای بهرامی که روز و هفتمون رو خراب کرد، کاش که توی حال خوب این ایمیل خوب رو من خونده بودم. ولی ممنونم، شما درست میگی. اگر ندیدی اول برنامه رو ببین. گفتم بله ما باید یک کمی سلو داون کنیم، یک کمی درست تو ماشین نشستیم، ایرکاندیشن هم روشنه، ولی این جاده خاکی رو میریم خاک مردم رو داره خفه میکنه، فرش خار مادر میدن، دفعه دیگه با سنگ وای میسن، دفعه دیگه دست انداز درست میکنن، دفعه دیگه میان ببینن ماشینمون کجاست، میان خط میکشن، دفعه دیگه میان پنچرمون میکنن، شیشهشو میشکنن. تون رفتنم ضررش به خودمونم میرسه. شما درست میگی منصور جان، ممنونم. خب به گوش شما میگی که من اگر نظر با سرعت میتوان میرانید و ظاهرا حق عبوری هم برای عابرین پیاده قائل نمیشوید. قبل از اینکه فریاد مخالفت برآورید اجازه بدهید توضیح بیشتری بدم. من اگر نظر شخصی خودم را بیان نمایم در محیطی محدود خواهد بود، با این امکان که مخاطب من هم شانس دفاع یا اظهار نظر خواهد داشت. اما وقتی شما عقیده شخصی خود را بیان می‌کنید، این عمل جنبه خبری پیدا می‌کند، چرا که این اظهار نظر به گوش هزاران نفر می‌رسد که احتمالاً مخاطب مورد نظر شما را نمی‌شناسند و بر اساس گفته شما نسبت به وی تولید عقیده می‌کنند. تولید عقیده یا اظهار عقیده، شاید هم درسته تولید عقیده، یه عقیده براشون درست بود. شما بارها آقای امیر انتظام را کوبیده اید. اولا همون قسمت براتون بگم. ببین منصور جان، تفاوت مجری تلویزیون با ما خیلی زیاده. مجری های تلویزیونی که شما تو انگلستان، تو اروپا، تو آمریکا میبینی، این میاد یه حقوقی میگیره، وقتی میاد یه نفر دیگه یه کاغذی نوشته بهش میدن، این میاد میخونه. همین هایی هست که شب جوک میگن، این جوکار دیگران نوشتن، قبلش میان ریهرسال، قبلش میان تمرین میخونه، بعد هنر فن اجرا کردن این به قول معروف کجا چی میگن صبر کنه، کجا داد بزنه، کجا یواش بزنه، کجا بخنده، کجا نگاه کنه. شما دیدین خیلی از کمدین‌ها اصلا هیچی نمیگه، یه تعریف کوچولو کرده بعد وای میسه نگاه میکنه و مردم میخندن.
دوباره نگاه میکنه مردم میخند. این هنر رو اونا داره. من که اینجا هستم، من تیوی انکر و نیوزمن و اینا نیستم، من نظر خودم رو میگم و خوب شد که شما اینو گفتی، ما اینو هی جا بندازیم که توی آمریکا هم داریم. مثلا آقای بیل اورایلی رو من به عنوان گوینده اخبار نگاه نمی کنم. میدونم که این نظرات خودش رو داره انفورس میکنه اونجا، این پوت میده داخل میکنه و مردم میدونم. آقا من به عنوان یه ایرانی، شما اگه میگی خب من حقی ندارم با یواش برم و فلان اینا، خب حق من چی شد این وسط؟ من به عنوان یه ایرانی حق دارم از خودم سوال کنم wait a minute، آقای امیر انتظام، خونه و زندگی و زن و بچه تو ول کردی، 30 سال رفتی زندان، به زور از زندان میندازنت بیرون، میگی من میخوام برگردم تو. خب چی کار کرده این؟ شما مهمون من باش، شما پیام بذار، شما بیا تو برنامه من. چرا شما به عنوان یه نفر ناشناس، اونم تلویزیونی که میگه آقا از مردم، با مردم، برای مردم، چرا شما چون خودت نمیای میخوای منم خفه بشم؟ من نمیشم. من آقا قید پول، زندگی، راحتی رو زدم. میگه روز آقای افشارات چقدر قشنگ و گوه، آقای سربی شما خودت ارزون فروختی. گفتم آقا ما اصلا مغازه‌ای باز نکرده بودیم که بفروشیم، ما اومدیم یه کار داوطلبانه انجام بدیم، بعد دیدیم آقا پول بنزین دیگه نداریم، گفتیم یکی پول بنزین بده. به این فکر نیفتادیم که خب بعدم این ماشینه کهنه میشه، بعدم کت شلوار خودمون کهنه میشه، امروز باید بدون این بیان. سعید یادش راست راجع به این میگه. اون وقت گفتیم بابا یه پولی بدید، حالا همین پولا رو طرف چونه میزنه، میگه شما به من گفتی چون من از جیبم میدم نصف، حالا میشه این نصف رو هفته یه میگم بابا دیگه ولمون کتر خدا، پول نگیرم که بهتر از اینه، اقلا یه منتی سرت دارم که پول نگرفتم. آقایی که برای 10 دلار میذاریم، ما برای 8000 خورده اینو میذاریم و شماره ها رو برید ببینید، من بهتون نشون میدم. من نمیدونم شما به عنوان ویزیتور میبینید این شماره ها رو یا نمیبینید. همین ماجرای این سگه رو ما گذاشتیم توی گیلان یا توی مازندران، برید ببینید چند نفر اومدن دیدن. همین ماجرای رأی‌گیری آقای چیز رو که من بهشون گفتم، گفتم اشکال شما اینه که این رو به صورت پوستر، به صورت فلایر، یه چیز قشنگ در نیاوردید، وقتی که شما میدونی آقای اوسانلو مردم ایران خوندنی نه دوست ندارن، دوست دارن بشنون، دوست دارن ببینن، گوش و چشمشون رو برای خوندن استفاده نمیکنن، برای دیدن و شنیدن استفاده میکنن. و شما یه فرمی درست کردی، میای یه توضیح میدی، توضیح غلط، میگی این 100% اشکال ناپذیره، هیچ کس دوبار نمیتونه رأی بده، هیچ کس دروغی نمیتونه اونجا باشه. من صدام حسین و حسن علی منصور و گوگوش و هر کیو بگی برات اونجا رأی میدم. منصور جان یه روزی شما نظرت راجع به خانم فروزان به من بگو. من نظرم این بود که اینها یه مشتی فاحشه بودن، از اینم یه پله میرم بالاتر، اینها یه مشتی تن فروش بودن. نظرم آزاد اینجا زندگی میکنن. شما بگو اینها مریم مقدس بودن. یه چیزی رو درست گفتی، بله همین فاحشه ها، همین تن فروش ها عرقی میخوردن و نمیدونم خانم بازی میکردن و مطربشون از فلان جا. آقا من یه دفعه اومدم لاله‌زار تهران چند سال پیش، بعد داداشم گفت این میبینی؟ گفتم آقا این یدیک تو فیلم ها کتک میخوره، بیچاره یه دونه سیب زمینی پخته گرفت و دستش زور داشت میخور. گفتم ای من همش فکر کردم اینا حالا تو کافه ها زور همه دارن می... گفت نه بابا این بدبخت ها کتک خور فیلم ها هستن، مثلا همون فیلمی هم که پر میکنن اینا رو اون روز مثلا میبرن باغ و زد و قرد و فلان اینا. دوباره بر رفت. نه ببینیم این چی شد. هی برق میره میاد، چون ما این باتریمون حداقل اینجا کیک میکنه، این برای اون قسمتای مودم و اینها نگه میداره. در هر صورت اینا اینجوری بودن و نظر من اینجوری ساخته شده، ولی اون چیزی که شما درست میگی اینها کمک کردن به صنعت فیلم ایران، بله کمک کردن، ولی چه کمکی کردن؟ راه اشتباه رفت، آمدن ما رو از دست فیلمای هندی همش غم و قصه و آواز و رقص نجات دادن، انداختن تو دست یه فیلم‌های بی‌محتوا و فساد. اصلا خیلی‌ها باور دارن این انقلاب نصفش تقصیر این فیلم‌ها بود،
فیلم هایی که گنج قارون رو نشون میده، فیلم هایی که نشون میده پسر تو خیابون میره عاشق پولدارترین دختر میشه، بعدم دختره میاد قربون صدقهش میره، از حقیقت دور عمله میره کار میکنه، عصر میومد گرما میدید خانمه اونور با مینی جوب فلان، خب میرم یقش رو میگرفت دیگه، مزاحمش میشد، متلک میگفت. یه فیلم نساختن که آقا اینجوری نیست زندگی حقیقی. دستان ممنونم ازت، بارها آقای امیرنظام را کوبیده اید که به خاطر هیچ عمرش را تلف کرده است. مخاطباتی که ایشان را نمیشناسند یا مخاطبانی که ایشان را نمیشناسند ناخودآگاه همین نظر به اصطلاح شخصی شما را محک شناخته. چه فرقی میکنه اگر کسی 37 سال از انقلاب گذشته شخصی مثل امیر انتظام رو نمیشناسه، حالا که من گفتم اگه شناخت چی کار میخواد بکنه؟ هیچی. ولی من این فضا رو اینجا پیدا کردم، نظرم رو میگم که آقا یه نفر دیگه اگه بهش میگن از زندان آزاد، از زندان آزاد بشه بره یه کار دیگه بکنه، هی نه آنها آقا من نخواهم رو زندان. خب آقا کجای دنیا شما البته اینجا هست، یه نفر بعد از 40 سال از زندان آزاد کردن، عصر باهاش مصاحبه کردن، گفت اینا نمیدونم 11 دلار 12 دلار به من دادن، من زور نهار خوردم، الان که شب شده من نمیدونم کجا برم چیکار کنم، میبینم هر کسی یه چیز دستش تو خیابون داره حرف میزنه، من نمیفهمم اینا با کی دارن حرف میزنن. آمده بود دم زندان میگه منو ببرید داخل. چه تفاوتی بین این 40 سال عقب افتاده از تکنولوژی با آقای امیر عباس هست که اونم میره میگه منو ببرید زندان؟ شما بیبره ما تعریف کن. آقا من نمیفهمم، من میتونم درک و فهمم کمتر از شما باشه؟ من همین اجازه رو از شما میخوام. شما فکر نکن همه قد سطح شما میفهمن. بگو آقا یه نفرم هست مثل این سربی کم میفهمه، به فروزان میگه تن فروش، به نمیدونم فردین میگه فلان بیسار، به امیر انتظام اینو میگه و الی آخر. به خب و به طور قطع این شناخت نادر به دیگران انتقال داده و این در حالی است که شاید نظر شخصی شما به گوش آقای امیرنظام نرسد که بخواهد دفاعیه‌ای در جواب آن ارائه. اصلا برای امیرنظام مهم نیست که سوربی اینور دنیا درباره اون چی فکر میکنه، باور کن. اما طرف دیگر کاغذ را که شما ابدا به آن اشاره نمیکنید این است که بگویید انسانی حاضر شده است بیش از 30 سال از عمر خود را در زندان بماند ولی زیر بار زور نرود. آقای از زندان ما جای دیگه داریم بدتر که شما با زور باید بیدارشی از خواب، با زور باید بخوابی، با زور باید توالت بری، با زور باید دوش. این حرفا چی عزیز من؟ قربونت برم منصور جان، یه ماچ دیگه خودتو بکن ولی که آشتی کنیم، بعد بیا یه روز صحبت کنیم. شروع مکاتبات ما یه تیترشو گذراندم چون خیلی طولانی نوشته بودیشون، ممنونم همین که وقت. آها کاکو جان، من به عنوان یکی از هزاران بیننده تلویزیون شما به خود حق میدهم که نظرم را درباره آنچه میبینم و یا میشنوم به اطلاع شما برسانم و اگر قرار باشد شما با دیدن یک طرف کاغذ هر گفته ای را که باب میلت نیست به باد انتقاد بگیری، میشوی شاهنشاه آریامر در تبعید. نه، شاهنشاه آریامر میگفت اینه و به غیر از این نیست، من میگم اینه به غیر از من، بیاین جلو بگید. منصور، من چند بار تو برنامه ها گفتم اونی که مخالف منه بهش نصف قیمت میدم، اونی که مخالف منه مجانی بیاد صحبت کنه. ای بی انصاف، کجا شاه همچین کاری میکرد؟ ای کاش همچین غلطی کرده بود، چون از نظر اون غلط بود دیگه، ای کاش همچین غلطی کرده بود. شروع مکاتبات ما از خبر درگذشت خانم فروزان در تلویزیون شما شروع شد. من نه ایشان را دیده بودم و نگفتم ایشان هنرپیشه خوبی بودند، من فقط این را میدانستم که بنا به گفته بسیاری از کارگردانان معروف سینمای آن موقع که تعداد خب اولا میگن کس نگوید که ماس من ترش است. مگر شما انتظار داشتی کارگردانای فیلمای آبگوشتی بیان بگن که این فیلم ها بده؟ اون اگه شعورش داشت که این فیلم بده که درست نمی کرد. اون میگه بله ما شق القمر کردیم، ببین چجوری بیکمان وردی رو انداختیم، اول وسط لنگ این، بعدا وسط لنگ اون، وسط. بعد شما آمدی میگی اینا، اول اون نامه قبلیتو بخونی، من آمدم میگم اینا یه آدم های فرصت طلبی بودن و فرصت براشون جور شد. آقا من با هنر پیشه که بعدن کارگردان شده صحبت کردم، گوه های سربی
حالا گور پدر این آخوندا، ولی اون موقع اینا میخوردن و عرق، یعنی خودشو میگو میخوردیم عرق و مست و اینها، میرفتیم بعد صحنه فیلمی که میخواستیم بازی کنیم، خب دختر جوان آوردن میندازن زیر لنگو پاچه من، من دیگه خودم میتونم کنترل کنم. اگه خواستی یه وقتی بهت میگم کی کجا چی گفت، ولی اینجوری بود عزیز من. بله. و کارگردانان معروف در قید حیات هستند. فیلم های رقص شکمی و آبگوشتی آن زمان علارغم عدم کیفیت توانست تحول بزرگی، چه تحولی ایجاد کرد؟ چه تحولی؟ به جز این که به اون عمله بدبخت بیچاره گفت نگاه کن شمال شهر یه کسایی هستن که از صبح تا شب کار نمی کنن، کنار استخرن دارن مشروب میخورن، کوکتل میخورن، اینجوری میخورن، اونجوری میخورن. بعد خمینی آمد گفت که من همه را مساوی میکنم، همه را هم کرد مساوی به خیال خودش. خب عمله رفت دنبالش. این تحول سینما بوده از نظر من. از نظر شما چیز دیگه است؟ یه پیام بذار من پخش کنم. 10 دقیقه شما صحبت کن. اون شماره 703 10 دقیقه قابلیت ضبط داره. شماره 202 3 دقیقه. ساعت 3:30 است. امروز ساعت 4 با آقای حسن اجلالی هستیم. من همه هم و غمم امروز این بود که این ایمیل منصور رو بخونم، چون دیروز وقتی به دستم رسید گفتم که الان نمیتونم بخونم ولی فردا میخونم. ازش تشکر کردم، بازم الان ازش تشکر میکنم. ایشون یه پوینت دیگه یا یک موضوع یا تاپیک دیگه رو عنوان کرده که من در این مورد باز میگم، باز نظر خودم رو میگم. در مورد دو پاسپورت داشتن هم خلاصه بگویم که اگر قرار باشد ایرانیان مقیم خارج به حرف شما گوش کرده و پاسپورت ایرانی خود را باطل نمایند، آن وقت مجبور شما اشتباه کردی قربان. من گفتم من امیدوارم یه روزی برسه آمریکا و ایران بگن آقا ما دو پاسپورتی رو قبول نداریم. کشورهای دیگه هم هست احتمالا. شما اگه اومدی اینجا اقامت دائم داشته باشی، پاسپورت ایرانی داری اقامت دائم، و چون اقامت دائمه پس هی باید پاسپورتت هم معتبر باشه که اگر یه روز این اشکال پیدا کرد بتونیم بکنیم بیرون یا بعدا دیپورتت میکنن. من نگفتم به کسی برید پاسپورتتونو پاره کنید بندازید دور. پرسیدم ملتی که میگی جانم فدای ایران، خود شما آقا منصور خداییش لوتیگری انسانیت داشته باشیم جواب صحیح بدیم. اگر امروز بهت بگن پاسپورت اروپایی تو میتونی نگه داری یا پاسپورت ایرانی، با وجودی که میگی اگه خواستم اون وقت برم ایران هی باید 2000-3000 دلار خرج کنم، شما به من بگو کدومش رو نگه میداری. شما درست میگی، من به خاطر ناواردی باید اینجوری میگفتم، اصلا اون خواسته خودم رو خفه میکردم، دروغ میگفتم در درون خودم، میمدم به شما میگفتم که مردم شما به من بگید اگر قرار باشه فردا، دوستان اینو بگید بنویسید پیام بذارید، اگر قرار باشه فردا آمریکا، اروپا، کشورهای دیگه بگن ما دو پاسپورتی رو قبول نداریم، شماها کدوم پاسپورت رو نگه میدارید؟ حالا حق دارم نظر خودم رو بگم، من پاسپورت آمریکاییمو نگه میدارم، به همین دلیلم هست پاسپورت ایرانیمو نه تمدید میکنم نه تجدید میکنم، که من فرقشم نفهمیدم تمدید چیه تجدید چیه. پاسپورت باید بگن آقا این پاسپورت برای همیشه. ساینفیلد گو مگه من مردم که پاسپورتم باطل میشه؟ روزی باطل باید بشه که وقتی مردم. اصلا من دنبال روزی هستم که پاسپورتی وجود نداشته باشه، حتی یه پاسپورت هم نباشه، خطی بین کشورها نباشه. یه مقداری باید بیشتر دقت کنید. بله شما نوشتید که اگه این کار رو بکنن برای رفتن به ایران باید با پرداخت حدود 1000 دلار درخواست ویزا نماید. پس مسئله شما در رابطه با نگه داشتن پاسپورت ایرانی فقط 1000 دلاره؟ بنده به خاطر 1000 دلار بی وطن شدم؟ ای داد بی داد. آنچه به استهزار رسید شرح آن چیزهایی بود که این طرف تلویزیون میگذرد و شاید از آن بیخبر بودی، بنابراین اصراری نیست برای رسانه‌ای کردن آن. اشتباه کردی، اینو آخر گفتی، چون من همیشه گفتم اگه میخوای رسانه‌ایش نکنم اول کار بگو. و اما آقای شاهپور شاهرخی صدر همین توی این نامه پرونی ها نوشته که سپاس از توجه شما جناب صبحی، وقت گذاشت شعر مرا خواندید، برای شما آرزوی موفقیت تندرستی دارم. جناب افشارها به نظر من قیمت را کمی بالاتر، آقا دلش میخواد
آقا یه نفر میره خودشو منفجر میکنه که توی اون دنیا بره 72 تا، یه نفرم اگه بهش بگی آقا دستتو من میخوام زخم کنم چند، میگی 2 میلیارد. شما چرا ناراحتی؟ آقای اسم شما ماشاءالله اینقدر شاه شاه توش داره، آدم شاهپور، شاهروخی صدر، شاعر، موزیسین، شما چرا ناراحتی که آقای افشارها نرخشو برده بالا؟ شما نرختو بیار پایین، پدر بیزینس اونو در بیار. آقای افشارها میگه آقا ما اینجا معلم داریم ساعتی 20 دلار میگیره میره درس میده، ایشون میگه من 250 دلار میگیرم. آقا ما اینجا موزیسین داریم، ویالونزن داریم، 4000 دلار میگیره میاد توی عروسی من هرچی فکر کنم میگم خب این که منم میتونم بزنم، یه ویالون سول میشینه 4000 دلار. ولی عروسه تا اولا میاد به من میگه، میگه منو داماد مهم نیستیم، مطمئن باش که از این میگیری. یا مطربم داریم خودشو گروهشون و اینا میاد، میگه ما که برای پول نمیایم، حالا اگه دوست داشتن 200 دلار بده. شما چرا ناراحتی؟ بذار آقای افشارها قیمتش اینقدر ببره بالا که هیچکس از اون نخره، مشتری شما زیاد بشه. چی بگیم بالا دوستان؟ این زندگی ما. اون خسرو بهرامی 3 بار زنگ زده، من گفتم خدای این چه کار مهمی داره چرا حرف نمیزنه؟ بعد میگه حالا شما فروختی، خب اگه فروختی پول گرفتی، اونم پول خوب گرفتی اوکیه، ولی اگه پول کم گرفتی کلا سرت رفته. محکم زده پیشونیم درد گرفت، عینکه هم خورد به خدا. گاهی وقتا این خنده ما، همون ماجرای خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر هست هست. بله، خب یه سری عکسای قشنگ بهتون نشون میدم از جزیره کیش، که خیلی ها گفتن آقا مگه میشه جزیره کیش اگر بریم پایین که به آب میخوریم، آب شور فلان اینها. آقای حسین دهباشی از ایران پاسخ داده، عکسهای مزبور مربوط به جزیره کیش است، گرچه میزان باران در کیش همچنان که فرمودید ناچیز است، اما از زمان هخامنشیان در زیر این جزیره کاریزهایی تو در تویی حفر شده که به نحو عجیبی چشمه‌های آب شیرینی که منشأ آنها بارش صدها کیلومتر دورتر و در دل کوههای البرز در خاک اصلی ایران است و در اعماق خلیج فارس می‌جوشند را پیدا کرده و به هم راه دادن، و همین کاریزهای آب شیرین باعث رونق بسیار کیش در گذشته بوده، تا جایی که در زمان سعدی جمعیت آن از جمعیت 18000 نفر فعلی بسیار بیشتر و علاوه بر آنکه منشأ تأمین، حالا من یادمه یه خلبانی سالها پیش به من زنگ زد، آقا من خلبان هواپیمایی بودم که آب شیرین می بردم برای کیش، برای کاخ ولیعهد مثل که اونجا بوده. ببینید حالا در صورت که میگه بابا از زمان هخام، حالا ببینید اینا چی کار کردن. ببینید میخوام فقط بهتون بگم که این ملاها چقدر زبلن و از هر چیزی پول میسازن. امیدواریم آقا بسازن اقلا اینا رو آباد کنن. ببینید احداث قنات یا همون کاریز در انحصار ایرانیان بوده است و با توجه به قدمت قنات در ایران میتوان صاحبان اصلی آن را ایرانیان دانست. کاریز واژه فارسی قنات است و در گذشته از آن برای هدایت آبهای زیرزمینی استفاده میشده است. من با نشون دادن این عکس ها از حضور شما خداحافظی میکنم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. اون 20 دقیقه فیلم رو بهتون نشون میدم که همون بادهای بهاری است. امیدوارم شما هم تلویزیون مردم رو از خودتون بدونید و همینی که بهتون گفتم، تلویزیون مردم از مردم با مردم برای مردم، و تا قبل از اینکه نرخ ها رو ببریم بالا بشتابید از این حراج بی همتا استفاده کنید. از آقای شهافر ممنونم، از اون آقای شاهپور شهافلان ممنونم، از آقای افشارها ممنونم، از آقای منصور ممنونم، از آقای البرز ممنونم، مهمتر از همه از آقای خسرو بهرامی ممنونم که اصل تلفنش بر پایه اشتباه بود، بر پایه اشتباه تصمیم گرفته بود، بر پایه تصمیم غلط به اصطلاح رأی داده بود و
ماجرای تلفنش به این صورت بود، ولی همین که لطف کرد و سه بار زنگ زده بود ما نهایت تشکر رو داریم. این هم از این. من خودم الان اگر یه روزی پام برسه به کیش حتما اینجا میرم، همین جایی که ما هستیم یه کوهی هست، یه چیزایی نمیدونم از این وری توی طبیعی چی میگفتن، از زمین آمده بالا یه سیاه از بالا آمده پایین، اینا رو نور انداختن روش خیلی قشنگ. من سال 2005 یزد که رفتم این خونه های قدیمی یزد رو همه رو به صورت رستوران های خیلی شیک و قشنگ درآورده بودن. چرا که نه، چرا که نه، ای کاش شاه این کار کرده بود، ای کاش شاه میرفت این ور ور که من و شما وقتی میریم اونجا پوز بدیم بگیم ای همینجاست که شاه اومده بود، ای من دیدم بغل این عکسه نشست، آقا میشه من اونجا بشینم؟ نه که همه هم و غم ما این باشه که شاه رفت جنوب فرانسه منم برم جنوب فرانسه. والا من جنوب فرانسه هم رفتم، همچین آش دهنسوزی نبود. ما دریای قشنگتر از اون داریم، کشور چارفستر از اون داریم و الی آخر. این هم از این. ممنونم از یکایک دوستانی که در به اصطلاح پربار بودن این برنامه شرکت کردن، باز هم از شما ممنونم. بریم تا من اون فیلم رو براتون بذارم، باد بهاری. الان زمستون هستیم، زمستون میگذره بعدش بهاره، امیدوارم که برای هممون حال و هوای بهاری بیاد. و اگر من یه وقت گاهی وقتی داد بیداد میکنم، خود اینم یه فن برنامه داشتنه. اگه من بی حال بیام از اول بشینم همینجوری بخونم، شما میگی بابا این مرده دوباره اومد، برم دنبال کار. ولی بشینم ببینم سوربی امروز به کی بند میکنه، به منصور بند میکنه، به مانتی بند میکنه، به آقای شهافر بند میکنه، به این بند میکنه، به اون بند میکنه. شما هم خودتون یه چیتون میشه. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش، به امید روزهای بهتر و آینده روشن‌تر. تلویزیون مردم رو به دوستانتون معرفی کنید، حالا اش استفاده نمی کنید به دوستانتون معرفی کنید. مرسی.